در 14 15 دقیقه به شما میگه و شما دیگه لازم نیست میری کتاب بخونی لب به قضیه رو به شما میگه این نسل نو و جوان از اینام زیادن بچه‌ای که این کار میکنن من از حسین شامبرادی سپاسگزارم به خاطر این کارش و همه بچه‌ای که در این اینها سرداران و امیران ارتش ایران آریایی هستند برای فردایی بهتر که در صف روشنگری هستند دارن روشنگری میکنن با سیستم نو و مدرن یکی از کاراش اینه که به شما امروز نشون میدم سازمان جاسوسی الله رو یه جوری بررسی میکنه یه جوری نقدش میکنه که تو اگه ده برم خودت خونده باشی ببینی که چه چی چیزای قشنگی از توش در میاره تا حالا به این موضوع فکر کردید که چرا اعتراضات و جنبش هایی که ضد جمهوری اسلامیان نتیجه نمیگیرن به نظر آقای سیاوش اوستا دلیلش اینه که مردم و اپوزیسیون سیستم جاسوسی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو خوب نشناختن و سعی کردن توی کتابشون مردم رو با این سیستم بیشتر آشنا کنن بدون معطلی میریم سراغ کتاب سازمان جاسوسی الله نوشته آقای سیاوش اوستا چیزی که در ادامه میشنوید طبق متن کتابه و نظر شخصی من نیست سلام امیدوارم حال همگی خوب باشه من حسین شاهمرادی و هر هفته خلاصه یک کتاب ممنوعه رو براتون روایت میکنم ببینید وقتی میگم اینجا کانال خلاصه کتابه یعنی چیزهایی که میگم طبق متن کتابه من هم میدونم که یه سری چیزها اشتباهه یا به صورت خلاصه گفته شده اما من باید طبق متن کتاب حرف بزنم و چیزی اضافه و یا کم نکنم فایل کتاب ها رو هم داخل کانال تلگرام میذارم که از اونجا میتونید دانلود کنید و ببینید اصلا کجاشو من اشتباه گفتم یا کجاشو عوض کردم لزوما تمام چیزهایی که میگم نظر من نیست خواستم این رو بگم چون یه سری از دوستان فکر میکنن چیزهایی که دارم میگم من خودم در آوردم اینجوری نیست میتونید فایل کتاب ها رو ببینید طبق متن کتاب دیگه در زم صفحه این اینستاگرام هم, این زیر میذارم که اگه دوست داشتید با هم دیگه در ارتباط باشیم امروز یه نگاهی میندازیم به کتاب سازمان جاسوسی الله تا با سازمان داخلی و خارجی آشنا بشیم که این نظام رو روی کار آوردن و برای حفظ اون هر کاری میکنن. خیلی از اتفاقاتی که افتاده نه به خاطر زرنگی حکومت بوده و نه به خاطر دخالت حکومت های خارجی بلکه مردم سازمان های اطلاعاتی این حکومت رو خوب نشناختن و مدام اشتباه میکنن. ببینید کلا اینجوری بوده که مردم و حالا اون دستگاه اپوزیسیون وقتی به موفقیت نرسیدن شروع کردن گفتن آی فلان حکومت خارجی باعث شد آی اصلا شاهزاده باعث شد که این کارو نکرد اون کارو نکرد و یا اینکه حکومت رو خیلی قوی تر از اون چیزی که واقعا هست نشون میدن من یه سوال از شما میپرسم مگه این نظام از حکومت پهلوی قوی تره؟ قطعا نه حکومت پهلوی هم این اختیارات و این نفوذ رو نداشته این حرفها به معنای دروغ بودن ترور ها نیست سا. ما داریم این که زیاد روی شده و حکومت داره از این بزرگ نمایی ها استفاده میکنه به نفع خودش و مردم رو توی ترس ساکت نگه میداره برای قدم اول بهتره که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این نظام رو بهتر بشناسیم. تمام دستگاه های اطلاعاتی جهان به این اصل همیشه تاکید میکنن که کسایی که ندونن برای چه سازمانی کار میکنن و حتی انتظار حقوق و پاداش نداشته باشن بهترین کارمندای اون سازمانن. شاید براتون پیچیده باشه این حرف اما توی ادامه براتون بازش میکنن. ببینید کارمندان سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی به سه دسته تقسیم میشن. اولیش کسایی هن که به طور رسمی استخدام شدن و یه کارمندن و حقوقشون رو میگیرن. دومی گروهی هن که پستای مشاوری و یا خبرچینی رو دارن و استخدام رسمی نیستن. هیچ و ردی وجود نداره که ثابت کنه اینا کارمند این سازمانن. اما خب میدونن دارن برای کی کار میکنن. اما گروه سوم گروهی هن که نه استخدامن نه پولی میگیرن و نه میدونن اصلا برای کی دارن کار میکنن. سازمان ها با استفاده از علم روانشناسی با تفکر این گروه ها آشنا میشن و بعد با تحریک احساسات اونها ازشون به نفع خودشون استفاده میکنن. با چند تا خبر فیک و تبلیغ رسانه ای خیلی راحت ازشون سواری میگیرن. مثال بزنم طرف خارج از کشور مخالف رژیم هم هست اما هر جا که میره میشینه میگه نظام اینجا نفوذ داره حرف بزنی پیدات میکنن آی فلان جا نوشته فلانیون گرفتن و بردن و از این جور حرفا. نظام به راحتی با کمترین هزینه از این جور آدما برای به همزدن زدن جنبش های آزادی بخش استفاده میکنه. یه نمونه دیگهش زنهایی بودند که توی آلمان برای اعتراض به پوشش اجباری ایران کامل برهنه شده بودن. من از شما میپرسم این حرکت به نفع نظام بود یا به نفع مردم؟ مگه غیر اینه که نظام از این آدما استفاده کرد که توی تبلیغاتش نشون بده ببینید اینا همه میخوان لخ بشن و به همین راحتی مردم رو در برابر مردم قرار داد. دستگاه اطلاعاتی حکومت شاه با الگوبرداری از سیستم های غربی طراحی شده بود بعد از انقلاب هم این سیستم سعی و سالم میفته دست آخوندا آخوندا هم رابطه خوبی با کشورهایی مثل شوروی و چین و کوبا داشتن و این باعث شد که توی سیستمشون از تجربه این کشورها استفاده کنند این مسئله هم باعث شد که سیستم اطلاعاتی امروز ایران به یکی از پیچیده ترین سیستم جهان تبدیل شه که نه تنها افراد رو بلکه رسانه ها و حتی حکومت ها رو به راحتی بازی میده و به کارش ادامه میده. برای مثال سال 2003 اسرائیل داشت برای حمله به ایران حاضر میشد که بی بی سی یکی از مقامات بلندپایه سی آی ای رو دعوت میکنه و ایشون اعلام میکنه یه سری اسناد به دستش رسیده که نشون میده ایران فعالیت اتمی نداره و از طرفی توی تولید سلاح به یکی از بزرگترین کشورها تبدیل شده. بعدها مشخص شد که اسنادی که به دست ایشون رسیدن همگی ساختگی و به دست اطلاعات ایران درست شده بود ولی خب نتیجه هم داد اسرائیل از حمله به ایران منصرف شد توی دستگاه های جاسوسی سکس و رابطه جنسی نقش ویژه‌ای داره مرد و زن هم حالیش نیست این اسلحه هر دو جنس رو هدف میگیره اولین بار ایده فریب به وسیله رابطه جنسی رو کاگبه شوروی وارد این داستان ها کرد و میبینیم که امروز چقدر جمهوری اسلامی با همین وسیله مخالفهای خودش رو به دام میندازه یکی دیگه از ابزارهایی که رژیم آخوندی توی دستگاه اطلاعاتی استفاده میکنه اسمش هست مخالف شناسی این بحث خیلی پیچیده است و امیدوارم بتونم جوری توضیح بدم که همه متوجه بشن نویسنده کتاب استناد میکنه به سخنرانی خامنه ای توی مشهد چند روز بعد از 22 بهمن خامنه ای میگه عزیزان وقت این رسیده که از یه سری تجربیات استفاده کنیم و ممکنه که توی این را خیلی از نزدیکامون که برامون مهمن رو از دست بدیم. حالا این تجربه ها چیان؟ به این صورت که یه سری از گروه ها که به دردشون نمیخورن و تحریک میکنن تا تبدیل به مخالف بشن. بعدش همینا رو وقتی وارد جریان های مختلف شدن یا بازی میدن یا بهشون خط میدن و یا حمایت مالی میکنن تا جریان های مخالف رو به انحراف بکشن. این روش امروزه خیلی ازش توی فضای مجازی استفاده میشه. حتما خیلیاتون علیزاده و امیددانا رو میشناسید که روزای اول مخالف جمهوری اسلامی بودن اما امروز چطور سنگ همین آخوندا رو به سینه میزنن امثال اینها محصول همین سیستم دستگاه اطلاعاتی هن. این فقط یه بچه از این ابزاره در جای دیگه میبینیم از این طرفند برای اختلافات خانوادگی بین اعضای گروههای مخالف استفاده میکنن مثل جریان روح الله زن و پدرش کلا مهمترین سلاح دستگاه های اطلاعاتی امروز به نظر من همینه. حتما شما هم این جمله رو یا شبیه به این جمله رو شنیدید. با تفرقه افکنی بیشتر حکومت میکنید. همه خوب میدونید که این نظام توی استفاده از این عنوان خیلی ماهره. نویسنده کتاب در رابطه با این موضوع یه خاطره از سال 58 تعریف میکنه و میگه توی یکی از اولین جلسه های شورای انقلاب که فردوست هم توی این جلسه بود در مورد کارمندای ساواک سه تا تصمیم گرفته شد که خامنه و رفسنجانی هم به شدت از عملی شدنش استقبال کردند. اولیش یه تعداد از بازداشت شده ها اعدام بشن که هم دیگران رو بترسونیم هم خیالمون از همکاری اونها با شاه راحت بشه. دومیش یه تعداد دیگه از اونها که تا لحظه آخر به شاه وفادار بودن رو اول به زندان بندازیم و بعد جوری که مثلا اونها فرار کردن انتقالشون بدیم به خارج کشور و توی پاریس و لندن و لس آنجلس مستقرشون کنیم تا توی گروه های مختلف اپوزیسیون نفوذ کنن و سومیش کسایی که شناخته شده نیستن و بی خطرن توی دستگاه دوباره استخدام بشن این طرح به اجرا در میاد و از همون موقع بود که دیگه اپوزیسیون هیچ وقت رنگ اتحاد رو به خودش ندید شاپور بختیار موفق شده بود اکثر نیروهای وفادار به شاه رو دور خودش جمع کنه اما کم کم ده ها گروه مختلف ایجاد شد و همه پخش و پلا شدند. این گروهها حتی نتونستن سر شاهزاده رضا با هم ائتلاف کنن و اونو به رسمیت بشناسن. این گروهها با تمام وجود با جمهوری اسلامی مخالف بودن اما ناخواسته تبدیل شده بودن به بهترین نیروهای جاسوسی نظام و عملا اپوزیسیون فلج شده بود. عین این بلا رو آخوندا سر مجاهدین خلق هم آوردن و خلاصه دستاورد بزرگ این تر برای آخوندا این بود که اونا دیگه مخالف های متحد و پرتعدادی که تهدیدشون کنه رو نداشتن و اپوزیسیون رنگ, و رنگ, ما درگیر اختلافات داخلی شد. اطلاعات نظام به جز به هم زدن زمین بازی برای مخالفاش خودش رو یه بازسازی اساسی کرد و ساختار خودش رو تبدیل به یه ساختار پیچیده و غیرقابل پیش بینی کرد که اتفاقا همین هم برگ برنده اونه. از اول برنامه هر وقت که از اطلاعات نظام گفتم همه شما ذهنتون رفت روی وزارت اطلاعات اما اصلا اینطور نیست جمهوری اسلامی فقط یه سازمان اطلاعاتی نداره چندین و چند سازمان و ارگان داره که همگی سیستم اطلاعاتی نظام رو تشکیل میدن و همین هم کارو پیچیده کرده مثل وزارت اطلاعات سازمان امنیت بیت رهبری حفاظت اطلاعات سپاه سازمان امنیت وزارت کشور سازمان امنیت بسیج، سازمان امنیت وزارت خارجه، سازمان امنیت نیروی انتظامی، سازمان امنیت شورای نگهبان، سازمان امنیت مجلس خبرگان و غیره. اینها همگی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تشکیل میدن. اما تو این بخش میریم سراغ مهمترین اونها سپاه پاسداران که مهره اصلی امنیت جمهوری اسلامی هست. سیاوش اوستا توی این قسمت ادعا میکنه که اگه به رفتار سپاه و آمریکا در طی این چند سال دقت کنید متوجه همکاری اونها با هم میشید مخصوصا توی جریان حمله به عراق که آمریکایی ها عراق رو با کلی هزینه اشغال میکنن اما بعدتر دو دستی تقدیم سپاه میکنن و به راحتی عراق رو تخلیه میکنن سیاوش اوستا به ادعاهای دولت اسرائیلی اشاره میکنه و میگه اسرائیلی ها بارها گفتند که هر بار مسئله حمله نظامی به ایران رو مطرح کردن آمریکایی ها سریع یه راه حل بیفایده جلوشون گذاشتن که تهشان به جایی نرسید البته آقای اوستا در ادامه میگه که گول همین دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی رو نخورید ایران هر چیزی و, و هر داد و ستدی که بخواد با اسرائیل داشته باشه رو از طریق کشورهایی مثل ترکیه به راحتی پیگیری میکنه حالا اصلا چرا کشورهای بزرگی مثل آمریکا و روسیه و چین توی هاشیه هایی که کشورهای مثل ایران و عربستان درست میکنن درگیر میشن؟ جوابش مشخصه. نفت. نفت تنها عاملیه که پای کشورهای بزرگ غربی و شرقی رو به این داستان باز کرده. هیچ کدوم نمیخوان که متحد نفتی خودشون رو از دست بدن و در آخر میبینیم که مجبورم پا به پای ایران و عربستان و خاورمیانه توی این درگیری ها هزینه کنن. از طرفی جمهوری اسلامی درآمدی که از طریق معاملاتش با این کشورها به دست آورده رو به جای اینکه صرف آبادانی کشور و رفاه مردم خودش کنه خرج تقویت دستگاه اطلاعاتی خودش در سطح جهان و یا ساپورت گروههایی مثل حماس و حزب الله کرده این وسط هیچ کس هم دلش به حال مردم ایران نمی سوزه. بارها دیدیم سیاستمدارایی مثل اوباما وقتی منافعشون به خطر افتاد چشم روی واقعیت بستن و با حکومت آخوندی همکاری کردند. واقعیتش من نمیدونم چقدر از حرفای آقای سیاوش عوستا درسته و چقدرش غلطه اما این کتاب یه پیام مهم داره که درست و بدیهیه و اونم اینه که ما نباید دنبال متحد خارجی باشیم هیچکس به جز خودمون دلش به حال ما نمیسوزه کمالیست های ترکیه یه شعار خیلی قشنگ دارن که میگن فقط ترک به حال ترک گریه میکنن ما هم باید به این نتیجه برسیم که فقط ایرانی ها به درد ایرانی ها میخورن اتفاقا از این به بعد که یه کشور خارجی اومد توی کارمون دخالت کنه خودمون باید پشت دست بزنیم تو دهنش همین اعتراضات مهسا امینی یادتونه دیگه وسط اعتراضات آمریکا 6 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی رو آزاد کرد اگه بخواید بدونید که این پول چقدر زیاده باید بهتون بگم حزب الله و حماس تو این چند ماهی که درگیر اسرائیلن کمتر از دو میلیارد دلار هزینه کردن یا مثلا یادتونه درست چند روز بعد از اینکه مجروحهای اعتراضات با مقامات فرانسه دیدار کردن امیر عبداللهیان به فرانسه دعوت شد و روابطشون کاملا عادی جلو رفت چند روز پیش هم که دیدید حمید نوری به دست دولت سوئد تحویل جمهوری اسلامی داده شد راستی قسمت بعدی خلاصه ای که